سلام دوستان، فراز هستم با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به صحبت‌های محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت، در مورد حمایت از حکومت و مقابله با مردم می‌پردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. چند وقت پیش بود که محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در مورد اتفاقات اخیر کشور گفته بود. دختر عزیزی به نام مهسا امینی درگذشت و امیدواریم هر کس یا عاملی مسبب فوتش بوده حتما شناسایی و محاکمه بشه. اما این شلوغی ها موجی بوده که آمریکایی ها آغاز کردند و متاسفانه عده‌ای بر اون موج سوار شدند. آیا خوانندگی مطرحی برای همون مراجعه کنندگان گرفتاری که به مجلس اومدند و توسط عده‌ای از گروهک تکفیری داعش هدف گلوله قرار گرفتند و به شهادت رسیدند یک آهنگ و ترانه خوند؟ البته همین اتفاق رو ما در سریال دادستان به تصویر کشیدیم. محمد کاسبی همچنین در ادامه گفته درباره مواضعی که به من منتسب شده بود بذارید یه نکته اینجا مطرح کنم که من به طور کل نه صفحه فیسبوک دارم، نه توییتر و نه اینستاگرام و تفاوت‌هاشون رو هم چندان جزئی نمیدونم. من در فضای اینترنت فقط بعضی از خبرگزاری‌ها رو میبینم و دنبال میکنم. اما محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت، در توییتر خودش نوشت از من میپرسن در وقایع اخیر موضعت چیه؟ میگویم من در کنار مردمم، مردمی که امروز در میدان انقلاب گرده هم آمدن. اما حالا او در ویدیویی متفاوت از صحبت‌هایی که در گذشته انجام داده بود در مورد اتفاقات اخیر هنرمندان و اعتراضات مردمی صحبت‌های جدیدی بیان کرده که حواشی زیادی به راه انداخته. این بازیگر پیشکسوت در این ویدیو گفته من اون زمان یه چند بار تو جمع بچه‌ها گفتم یه چیزی حواستون باشه، به اسم و نام مبارک فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب دارن به ما بودجه میدن، چون این انقلاب به این دو بزرگوار خیلی مدیونه. یه روزی برسه که بگیم که بری کنان دیگه، من سرپای خودم وایستادم، پودرتون میکنم. و من میدونم چیا تو حوض پودر شدن هم بچه اول. محمد کاسبی، بازیگر ایرانی، در 4 خرداد 1330 در کوچه آبشار خیابان ری تهران به دنیا اومد و دوران کودکی و نوجوانی خودش رو در محله نازی آباد گذرونده و مدرک دیپلم خودش رو در سال 1350 اخذ کرده و بعد از دوران سربازی در رشته بازیگری در دانشکده هنرهای دراماتیک تحصیل و فارغ التحصیل شده. محمد کاسبی از 13 سالگی در عرصه تئاتر فعالیت داره و در مرکز تئاتر در میدان راه آهن با گروه تئاتر همکاری می‌کرده. این هنرمند پیشکسوت از سال 1351 به طور جدی وارد عرصه بازیگری حرفه‌ای شده و چندین نمایش رو روی صحنه اجرا کرده. وی فعالیتش رو از قبل از انقلاب و در زمان شاه و رژیم گذشته شروع کرده و در سینما و تئاتر قبل از انقلاب حضور داشته. در حین تحصیل و قبل از رفتن به دانشکده بازیگری در عرصه دوبله فعالیت می‌کرد و یکی از دوبلورهای ایرانیه که آثار زیادی در این حوزه داره و در رادیو نیز کار کرده و یکی از بازیگران و دوبلورهای رادیو هم بوده. بعد از انقلاب به فعالیتش ادامه داده و به مدت 2 سال مسئول واحد نمایش رادیو انتخاب شده و در زمینه گویندگی رادیو فعالیت کرد. آقای محمد کاسبی، بازیگر پیشکسوت، با گروهی از بازیگران حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو در سال 1358 بنا کرد که بعداً به حوزه هنری تغییر نام داد. از دیگر مکانهای هنری که مؤسس و بنیانگذار اون محمد کاسبی بوده، مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بود. ایشون علاوه بر بازیگری و دوبلوری و سمت‌های مدیریتی، نمایشنامه نویس نیز بوده و در عرصه نویسندگی فعالیت داشته. محمد کاسبی، بازیگر خوب کشورمون، در فعالیت‌هایی چون عضو شورای نمایش فرهنگستان هنر، عضو شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های خاص، عضو شورای فیلمنامه بنیاد سینمای فارابی، عضو شورای بازبینی و صدور پروانه فیلم وزارت ارشاد حضور داشته. ایشو در آخرین مصاحبهش در مورد علت کمکاریش توضیح داده و گفته
من در طول یک سال گذشته هیچ پیشنهادی در عرصه سینما و تلویزیون نداشتم. به همین خاطر در این مدت فعال نبودم. البته من نباید دلیل این موضوع رو بگم، بلکه شما باید این سوال رو از افرادی بپرسید که در این عرصه مسئولیت دارن و از اونها بخواهید که دلیل کمکار شدن من رو توضیح بدن. حالا شاید ادعی بگن که در سینما باند و باند بازیه، ولی به نظر من این حرفا ارزش نداره. بلکه مهم اینه که افرادی همانند من با این تجربیات و توان بالا برای انجام کار هر روز از دست میرن و بعد از مدتی نیز از ذهنها فراموش میشن. البته من میخوام از مسئولین این حوزه بپرسم. آقای مسئول، شمایی که در این حوزه مسئولیت و قدرت دارید، آیا اصلا متوجه این موضوع هستی که چه افرادی به خاطر سوء مدیریت‌های شما مورد ظلم قرار گرفتن؟ پس چگونه میخوای در مقابل خدا پاسخگو باشی؟ بعضی از دوستانم میگن همین نقشایی که تو رد میکنی ما قبول میکنیم و پول اون رو میگیریم و حال میکنیم. در ضمن من باید نقشایی رو قبول کنم که بعد از اینکه در اونها بازی کردم بتونم در مقابل دیگران از اون نقش دفاع کنم. بنابراین باید صبر کنم تا زمانی که یک کار خوب به من پیشنهاد بشه. البته بعضی از دوستانم میگن کسی هم در این مملکت نه بابا میگه که چرا رفتی و این نقش رو قبول کردی و نه تو رو تشویق میکنن که چرا نرفتی و نقش رو رد کردی. پس نباید خودت رو اذیت کنی. ولی من در جواب اونها میگم که من برای این گونه زندگی گرفتن هدفی دارم و معتقدم که لحظه به لحظه زندگی من تعریف داره. در یکی از دوره‌های اخیر فردی به سراغ من اومد و گفت وزیر تو رو برای معاونت سینمای وزارت ارشاد انتخاب کرده. من در جواب به اون گفتم که به ایشون بگو من نمیام. نه اینکه دوست نداشته باشم به شما کمک کنم، بلکه احساس میکنم در اجرای این مسئولیت ناتوانم. البته نه اینکه من در سمت‌های مدیریتی سابقه ای نداشته باشم. همچنان که من از بنیانگذاران حوزه هنری و مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد بودم و سابقه فعالیت‌های مدیریتی زیادی در عرصه سینما و تئاتر دارم، ولی من احساس کردم نمیتونم حضور در این مسئولیت رو قبول کنم و نه اون فردی که پیشنهاد وزارت ارشاد به اون شده بود در قد و قواره قبول این مسئولیت بود. من سعی کردم هر کاری رو که احساس میکنم توان انجام اون رو ندارم قبول نکنم. اما عده‌ای از افراد رو میبینم که شاید یک صدام توان من رو نداشته باشن و با پذیرفتن چنین مسئولیت هایی ضربه سنگینی به این حوزه میزنن و بعد از اون هم با خیال راحت از پشت یک میز مدیریت به پشت میز مدیریت بعدی میرن. من تا به حال در حدود 70 اثر حضور داشتم و فکر میکنم بهترین بازی عمرم رو در فیلم مرگ دیگری داشتم که دومین بازی من در جلوی دوربین بود. البته حضورم در فیلم سینمایی بایکوت رو با اینکه کوتاه بود ولی اون نقش رو دوست داشتم. علاوه بر اون فیلم های پدر، بحران و زنگ ها رو هم از جمله کارهام بود که دوست داشتم. در کارهای تلویزیونی هم سریال های صاحب دلان و مریم مقدس رو خیلی دوست داشتم که بازی جانانه‌ای در اونها داشتم. البته شاید سریال هایی مثل خوشرکاب در ذهن ها بیشتر باقی مونده باشه، ولی من آثار متعددی در پرونده کاریم دارم که همه اونها رو دوست دارم. سالها پیش زمانی که آقای حسین پاکدل رئیس تئاتر شهر بود، من به عنوان مشاور ایشون فعالیت میکردم. در همون دوران من نمایشی رو آماده کردم که به روی صحنه ببرم، ولی رئیس مرکز هنرهای نمایشی در اون زمان فردی بود که اخیراً شنیدم در انگلستان زندگی میکنه و با محتوای این نمایش مشکل داشت و میخواست اون رو جمع کنه. من در اون زمان دیدم که این افراد با اندیشه های من مشکل دارن. در نتیجه تصمیم گرفتم که اندیشه هام رو برای خودم نگه دارم. کارگردانی رو کنار بذارم و به سراغ بازیگری برم. محمد کاسبی رو چندی پیش در تلویزیون دیدیم که نقش نماینده مجلس سریال دادستان رو بازی میکرد. او این روزها به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری شده. بازیگری که همیشه گزیده کار بوده و در هر کاری حاضر نمیشد. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.